فکر میکنی کدوم این قسمت اتاق راحت تر میشه گفته بگی خودمونی انجام هم دیگه نشستیم زارون راحت تره نه میتونید پشت میز بنشینیم اینجا اگه شما راحتید من راحتم رفته بودیم چند روز پیش اول شهریور حرم امام برادر عزیزم به نام آقای حسن آقای خمینی گفتن که آقای پورمالی یادته 8 سال پیش اینجا تو دولت نهم به عنوان وزیر کشور اومده بود اینجا عجب زود گذشت گفتم بله دنیا همینجوره چی شد آقای پور محمدی وارد کابینه 11 شدید؟ خب دعوت شدم دیگه کسی پیشنهاد داد شما رو با آقای روحانی یا آقای روحانی خودش انتخاب کرد؟ خب حالا از قبل که ما خدمت آقای روحانی آشنایی داشتیم ولی دیگه در گفتگوهایی که داشتن در خصوص وزارت دادگستری چون باید رئیس قوه قضاییه پیشنهاد بده خود تو مذاکراتشون به بنده رسیده بودن و مورد قبولشون واقع شده بود و نهایتاً به من فرمودن حتی یه خود با استنکاف من رو برو شد دیگه ولی اصرار کردند و در یک کش و قوسی نهایتاً به لحظات آخر رسید یعنی همون صبحی که تحلیف بود و قرار بود جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم نامه معرفی وزراشون رو به مجلس بدن همین وزیر دادگستری مونده بود دیگه با بگو مگوها همون روز ظهرش جناب رئیس محترم قوه قضاییه آیت الله آملی نامه رو نوشتن به رئیس جمهور و معرفی کردن بنده رو که جناب رئیس جمهور هم بعد از ظهرش تو نامه‌ای که به مجلس نوشتن اسم منو به عنوان وزیر پیشنهاد دادن یعنی خیلی به اصطلاح معروف دقیقه 90 بود همه عملیات میگن که قوه قضاییه آقای پور محمدی رو نمیخواسته به خاطر همین پیشنهادش داده به رئیس جمهور راسته من الان در متن قوه قرار گرفتم سازمان بازرسی یه سازمان است زیر نظر رئیس قوه قضاییه و فعالیتش هم خارج از قوه است عمدتا ولی وزیر دادگستری وزیر قوه قضاییه است و دیگه من چسبندگیم و حضورم و نقش آفرینیم از حاشیه به متن آمده جلسه رای اعتماد دادم که یه جلسه خاص بود خودتون هم گفتید که هر دفعه میاد نایلس خلاصه یه اتفاق میفته فکرشو میکردید؟ بله چون مخالفین که اسم نوشته بودند میدونستم تو چه فضایی صحبت خواهند کرد خودشون هم اجمالا به من گفته بودند که یا شنیده بودم که چه فضایی رو دنبالش هستند حس میکردم که یه خورده متفاوت بشه من رفیقم همونجا هم قبلش بعد شوخی کردم خوشو بش کردم بعد بنای من اینه که حرفامو صریح بزنم جدی بزنم شفاف صحبت کنم دعوام خیلی نکنم شما بچه های بالا هستی؟ ما هم بالاییم هم پایینیم هم وسطیم آیفون دوربریاتون ازتون میترسن مثلا میترسن جلوتون حرف بزنن اصلا من خیلی رفیقم با دوستانم سال اول انقلاب من در خوزستان بودم من الان بیشترین دوستان من در استان خوزستانم سعی میکنم تو محیط کارم صمیمی باشم صریح باشیم شفاف باشیم پیچیدگی هامون رو برای دشمنانمون بگذاریم گفتید الان شما بودید خیلی جدی هستید تو کارتون آره تو کار جدی هم عصبانی هم شدید تو کارتون خیلی چون اصلا شما کار میخواید انجام بدید باید جدی باشید و جدیت بعد وقت عصبانیت میاره علتش اینه که همراهانتون باتون همراهی نمی کنن کار زمین میذارن خب انسان از کوره در میره دیگه بعد ناراحت نمیشید که چرا عصبانی شدید چرا طبعا معمولاً عصبانیت ها به دنبالش ندامت و پشیمانی است. آقای پور محمدی شروع به کار دولت 11
مقارن شد با هفته دولت و همه دولت مردان عزیز ما این مقارن بودن رو به فارنیک گرفتن. سوال بنده اینه که چه چیزی از شهیدان رجایی و باهنر سبب شد که این چنین اونها رو متمایز کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا امروز مصادف هست با ولادت مسعود و مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شروع دهه کرامت، انتهای دهه هم هست، مصادف هست با ولادت حضرت امام رضا علیه السلام. خدمت مردم عزیزمون امروز رو و این دهه رو تبریک عرض میکنیم. افتخار میکنیم که ما پیرو چنین بزرگانی هستیم و انسانهای شریف و برجسته، و افتخار بزرگتر ما آن است که در کشورمون دو قطب بزرگ معنوی داریم، یک امام معصوم و یک بانوی بزرگوار که در پاسایه و در حد عصمت قرار داره و مورد توجه ائمه بزرگوار ما بوده. واقعا موجب افتخار هست که 1200 سال حدوداً از زمان حضور این بانوی بزرگوار در منطقه قم میگذره و بعد از چند روزی ایشون بیمار میشن، بستری میشن و دنیا رو به درود میگن و مسجد مبارکشون در این شهر هست، ملجأ و مأوای همه خوبان و انسانهای شایسته و مؤمنین هست، بزرگان، علما، فیلسوفان، دانشمندان، منجمین، محدثین، فقها، مفسرین و اولیاء الله در کنار این مسجد شریف رحل اقامت گزیدند، زندگی کردند، محل تلاششون، خودسازیشون، تحصیلشون، تدریسشون و نهایتاً مرقدشون هست. و این حکایت از جایگاه والای توجه جامعه ما به شخصیت‌های معنوی و الهی میکنه، زن و مردم براشون فرق نمیکنه. حالا دنیای امروز حرف از حقوق بشر و حقوق زن و حقوق انسان‌ها میکنه، ما تاریخمون نشون میده که این جایگاه والا رو برای انسان قائلی، مرد باشه، زن باشه و همه بزرگان ما، مردان جلیل و قدر ما افتخار میکنن که آستان بوس حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. واقعا موجب مباهات همه ما ایرانی ها هست که واجد این نعمت های بزرگ خدا هستیم. خب شروع دولت ها چون در آخر مرداد ماه معمولاً هر 4 سال یک بار دولت‌ها آغاز به کار می‌کنند، مصادف هست با ابتدای شهریور ماه و هفته دولت. هفته دولت هم همونطور که می‌دونیم به دلیل ایام شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر محبوبمون در ابتدای انقلاب در سال 60 که در 8 شهریور 1360 به شهادت رسیدند، این تجلیل و این جایگاه والا که برای این دو شخصیت بزرگوار قائل هستیم به دلیل صداقتشون، صفاشون، مردم دوستیشون، وفاداری به آرمانهای مردم، اخلاصشون، تلاش جدیشون، ساده زیستیشون، متانتشون، وقارشون، خصلت‌های برجسته‌ای هم شهید رجایی و همچنین شهید باهنر داشتن در ابعاد مختلف، یک انسان خدوم، دلسوز، وفادار به آرمان‌های ملت که تا پای شهادت برای خدمت به مردم و مبارزه با دشمنان مردم به پیش رفتند و خداوند آنان را جاودانه کرد و با شهادت یک پاداش ابدی به اونها داد که خود خدا فرموده ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا. اونایی که شهید میشن در راه خدا و در راه ارزش‌های والا، اینا مرده نیستند، اینا زندن و واقعا احساس میکنیم که روحشون، جایگاهشون، پیامشون، اون زندگیشون
در جامعه ما و در نهاد دولت ما خوشبختانه جاری است و افتخار میکنیم که ما پیرو چنین انسان‌های والایی هستیم. سلامت باشین، انشاءالله یاد خاطرشون رو گرامی می‌داریم و تشکر هم می‌کنم از جناب عالی به دلیل یادآوریشون. بعدم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما بر رسیدن میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها رو و آغاز دهه کرامت رو. عرض شود که آقای پور محمدی وزارت دادگستری تنها وزارتخونه است که نامش در قانون اساسی اومده. بر اساس اصل 160 تصریح شده که وزارت دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه مجریه و مقننه رو به عهده داره و از این حیث وزیر دادگستری شاید تنها وزیریه که برای رسیدن به این جایگاه باید حتما کسب اعتماد بکنه از رؤسای قوای سگانه. با تمام این تعاریف، از نظر افکار عمومی وزارت دادگستری یک وزارت تشریفاتی است و خیلی تاثیرگذار نیست. به نظر شما دلیلش چیه؟ آیا ظرفیت وزارت دادگستری همینه یا اینکه خیر از ظرفیت های اون خوب استفاده نشده و ظرفیت ها بالفعل نشده؟ بله، حالا هم که جناب علی اشاره کردید، وزارت دادگستری حوزه سهل و ممتنع، یعنی هم یه ظاهری داره که به قول شما میتونه تشریفاتی باشه و نقش برجسته‌ای رو ایفا نکنه، ولی از طرف یک جایگاه ممتازی داره به دلیل همون ایجاد ارتباط و هماهنگی بین قوا، و اگر این نقش رو بتونه خوب ایفا بکنه قدرت تاثیرگذاری بسیار بالا. الان در حوزه مدیریت و در کلاس بالای مدیریتی در دنیا هنر سیستم ها اینه که قدرت تجمیع ظرفیت ها، توانایی ها، همافزایی و هماهنگی داشته باشن. هرچی هر حکومتی، هر دولتی، هر سیستمی قدرت همافزایی و هماهنگیش بیشتر باشه، از امکانات و منابع بهتر بتونن استفاده کنن و تجمیع توانایی ها رو بکنن، بازدهی و بهره‌دهی بیشتری خواهند داشت. و اصلا هنر مدیریت یعنی این. مدیر کسی است و مدیران موفق و برجسته کسانی هستند که بتوانند همه حوزه مربوطه رو به هم وصل کنند، ارتباط بدن، از همه توانایی‌ها استفاده کنند. خب ما در کشورمون سه تا قوه داریم با جایگاه استقلالی بالا که تقریبا در دنیا میشه گفت نمونش محدوده. ما کمتر جایی داریم تو دنیا که این اندازه تفکیک قوا به این شکل تعریف شده باشه. طبعا این تفکیک قوا یک جایگاه ممتازی داده به نظام ما. مثلا قوه قضاییه ما تابع قوای دیگه نیست و قدرت اون رو داره که از حقوق مردم با قدرت دفاع کنه، تحت تأثیر دولت و حتی مجلس قرار نگیره، و این خب یک امتیازه. همینطور مجلس ما از یک استقلال بالایی برخورداره، جایگاه خوبی داره و میتونه که منافع مردم رو تأمین کنه و تعقیب کنه. خب این استقلال قوا خودش یک ظرفیته، یک موقعیته. جایگاه رعایت حقوق عامه و رعایت منافع عمومی رو بالا برده. از این که دیکتاتوری در کشور ما ایجاد بشه یک سد بزرگ ایجاد کرده. از این که بلوک‌های قدرت و ثروت به راحتی شکل بگیره این رو مانع شده و الان هم میبینیم که توفیقات بزرگ و بسیار ارزنده‌ای به دست آوردیم. اما یه مشکل ایجاد میکنه این تفکیک قوا، به واگرایی و فاصله افتادن میانجامد و بازدهی سیستم و کلیت حکومت رو پایین میاره و از امکاناتی که در کشور داریم ما میبینیم که بهره‌وریمون کاسته میشه و متاسفانه علیه یکی از مشکلاتی که تو کشور داریم بهره‌وری ما نرخش پایینه به نسبت خیلی جاهای دیگه. پس ما یک موقعیت ممتاز رو به دست آوردیم از این تفکیک قوا، اما از اون ور با کاهش بهره‌وری روبرو شدیم. خب یکی از این حوزه‌هایی که میتونه بهره‌وری ما رو بالا بیاره هماهنگی بین قواست. بخشی از این نقش رو به وزیر دادگستری دادن. اگر وزیر دادگستری بتواند
اون حوزه که مربوط به خودش، البته همه هماهنگی قوا به وزیر دادگستری ربط نداره، ارتباط بین قوا همش با وزیر دادگستری نیست، بخشش به مربوط به اون میشه، ارتباطات بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رو. اگر وزیر دادگستری بتواند از این موقعیت خوب استفاده کنه، حضور خودش رو در دولت و جایگاهی که در قوه قضاییه داره و ارتباطی که با مجلس داره، بتواند نیازهای این چند قوه رو خوب تعریف کنه، نیازهایی که به هم دیگه دارن، رابطه خوبی برقرار بکنه، تعریف خوبی از هویت قوا در برابر قوه دیگه بتونه به وجود بیاره، موانع رو زود شناسایی بکنه، آسیب ها رو خوب بفهمه، سعی کنه با ایجاد ارتباطات آسیب ها رو کم بکنه، به هم افزایی کمک بکنه، وقت اون موقع مواجه خواهیم شد با قدرت تاثیرگذاری بالای این وزارتخانه و عملا بازدهی زیاد در مجموع قوا. یعنی شما معتقدید که از ظرفیت وزارتخانه خوب استفاده نشده تا الان؟ حالا هم تعریف محدودی داشتیم، تعریف جامعی نتونستیم بکنیم و انقدر قوا گرفتار مشکلات خودشون بودن و نیازمندی های خودشون، از این که وزیر دادگستری بین ارتباط بین قوایی رو بتونه با قوت انجام بده، تقریبا میشه گفت در سطح زیادی تا حالا ما محروم بودیم. آنچه که ریاست محترم قوه قضاییه از من خواستن برای پذیرش این مسئولیت، که بنده در خدمتشون و مجموعه همکاران شریفمون در قوه قضاییه بتونیم این ارتباط رو قوی تر برقرار بکنیم، این نیازمندی ها رو بهتر تعریف کنیم، توانایی هر قوه رو بر قوه دیگه بهتر باز بنمایانیم و از ظرفیت های هر قوه برای حل مشکلات قوه دیگه بهتر استفاده کنیم. حالا من انشالله در سوالات دیگه شما، گفتگاه دیگه، یه خود این مطلب رو بازتر خواهم کرد. آقای پور محمدی، وزیر کشور سابق و رئیس سازمان بازرسی، سمت وزارت دادگستری رو قبول کردند که خب همونطور که عرض کردم، شاید از نظر خیلی از عموم مردم شاید اینطور بتونیم بگیم وزارت تاثیرگذاری نبود. به همین خاطر مردم خیلی دوست دارن انگیزه شما رو از پذیرش این مسئولیت بدونن. انگیزه شما چی بود؟ ببینید، واقعش من خودم پیش قدم و متقاضی این پست نبودم. من خودم رو در سازمان بازرسی تا حدودی موفق میدونستم، ساختار سازی کرد، یعنی اصلاح ساختار کرده بودم، متدها و روش ها رو تغییر داده بودم، به بیانی میشه گفت یک پوست اندازی کرده بودم در مدل بازرسی و نظارت، نیازهای قانونیش رو تا حد زیادی تعقیب کرده بودم، تقویت سازمانی رو به وجود آورده بودم و ارتباطات زیادی به ایجاد کرده بودیم، سیستم سازی و شبکه سازی کرده بودیم، بانک های اطلاعاتی زیادی به وجود آورده بودیم و داشتیم گام به گام سیستم نظارتی و بازرسی کشور رو در اندازه و قواره های مطلوب نزدیک می کردیم. خب با کمک همکارانم و دوستانی که در سازمان بازرسی بودن، طبعا مایل بودم که اون حوزه رو ادامه بدم تا به بلوغ مناسب خودش نزدیک بکنم، ولی از من خواسته شد که بیام تو وزارت دادگستری و این کمبود حس شده بود. از من خواستن بزرگواران که من بیام در این جهت با تجربه هایی که از گذشته دارم، اون تجربه هامو در خدمت هم قوه مجریه قرار بدم، هم در خدمت قوه قضاییه قرار بدم و انشالله وزارت دادگستری رو به اون جایگاه مناسب خودش برسانیم و این امکانی که الان در اختیار ما هست، این امکان آنچنان که باید ازش استفاده نشده. بزرگواران تلقیشون این بوده که مثل بنده اگه بیام تو این حوزه، شاید بتونیم با کمک دوستانمون، همکارمون از وزارت دادگستری، انشالله این حوزه رو هم به جایگاه مناسب خودش نزدیک بکنیم و سیستم رو و مدیریت کشور رو و حوزه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی رو یه خود به هم نزدیکتر بکنیم، هم افزایی و هماهنگی های بیشتری به وجود بیاریم و بازدهیمون افزایش بدیم. و الان بسیار از مشکلاتی که در کشور هست به دلیل ناهماهنگی هاست، به دلیل موازیکاری هاست، به دلیل ناآشنایی قوا با مأموریت های همدیگه است و استکاکاتی که موجب هرز تلاش ها و انرژی های یک دیگه به کار میره. اینها خب اگر یک مجموعه باشند، تیمی بیاد که این حوزه ها رو بشناسه. بعضی من دوره طولانی در قوه مجریه کار کردم، قوه مجریه رو میشناسم، دوره قابل توجهی در قوه قضاییه کار کردم،
در سیستم بین قوایی یعنی سیستم نظارتی کار کردم. بله. طبعا تجربیاتی دارم که میتونم حالا اگه در این جایگاه ارتباطی بین قوا قرار بگیرم بتونم انشالله این مجموعه رو هم بارور بکنیم انشالله و به بلوغ خودش برسونیم. شما اینا رو رصد کردید مشکلاتی که الان فرمودید رو؟ بله از گذشته هم اجمالا میدانستم و الانم که حالا اومدم دارم با جلساتی که با همکارانمون داریم دونه دونه این موضوعاتی که مبتلا به هست مشکلات سر راه ما و قوا وجود داره اینا رو شناسایی کنیم. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، ببینید ما الان پرونده های قضاییمون خیلی زیاده، خیلی خب مردم الان میگن آقا چرا اینقدر پرونده آقا طولانیه؟ یکی از مشکلات ما همین طولانی بودن و تطویل دادرسی است. طولانی بودن دادرسی است خب واقعا مشکلی است. حجم زیاد پرونده است در دستگاه قضایی که قضات ما رو سخت تحت فشار قرار داده. علت این حجم زیاد چیه آقای فرمانبری؟ خب پرونده زیاده. دلیلش چیه؟ تخلف زیاده در جامعه. جرم متاسفانه خورده اندازش زیاده در جامعه ما. خب چرا جرم زیاده؟ یه مسئله فرهنگی داریم. واقعا برخی از مردم ما ناآشنا هستن. از روی ناآشنایی مرتکب تخلف و جرم میشن. اینا رو باید آگاه کرد. برخی رو خوب تربیت نکردیم تو محیطای تربیتیمون، آموزشیمون، محیطای اجتماعیمون، باید اینا رو تربیتشون بکنیم. برخی زمینه ها و بسترهای جرمه اینها رو نرفتیم خوب شناسایی کنیم و اینها رو خشک نکردیم. مثلا من یه نمونه خدمت رو عرض کنم. من حتی دو سه روز پیش داشتم آمار جرائم رو میدیدم و میزان آمار مجرمین زندانی رو لن. عجیب خدمتتون بگم 26% الان زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند. عدد بزرگه. 26% بین 25 و 26%. ببینید این که در جامعه این تعداد پرونده سرقت ما داریم و مجرمی که متهم و محکوم به مجازات سرقت شده، این یک عیبه در جامعه، یک ضعف بزرگه. یه بخشش فرهنگیه ولی یه بخشش هم اقتصادیه، مشکلات اقتصادیه. و خب متاسفانه عده‌ای از افراد به خاطر نیازهاشون، کمبودهاشون دچار این خلاصه آفت شدند و دچار این مصیبت شدند و این ناهنجاری شدند. برخی از رفاقت‌ها، دوستی‌های ناباب و دیگه عادت کردن ها، ماجراجویی ها به اینجا کشوندنشون. برخی هم نه، به خاطر مشکلات اقتصادی. خب پس اگه شما میخواید آمار سرقت رو کم کنید، پس باید اول برید خود کار فرهنگی تو جامعه رو انجام بدید. خب کار فرهنگی کار قوه قضاییه نیست، باید کار اقتصادی انجام بدید، بهبود وضع اقتصادی در جامعه ایجاد بکنید. پس این کار قوه قضاییه نیست. پس اگر وزیر دادگستری بتواند این مشکل رو خوب آسیب شناسی کنه، بیاد تو دولت کار بکنه، با بخش های مختلف دولت بشینیم برآورد کنیم، ارزیابی کنیم که کاستی های ما، ضعف های ما کجاست. آموزش پرورش تو باید چه کار بکنی؟ نمیدونم وزارت ورزش و جوانان تو باید چه کار بکنی؟ وزارت اقتصاد و واحد های اقتصادی تولیدی کشور شما باید چه کاری انجام بدید؟ صدا سیما شما باید چه کاری انجام بدید؟ با هم تلاش بکنیم تا آمار تخلف و جرم در جامعه کاهش پیدا کنه. ضعف قانونی هم در این بین بوده؟ ضعف قانونی هم طبعا داریم. خب اونو با مجلس کار بکنیم و بریم اصلاح قوانین انجام بدیم یا برخی آیین‌نامه ها و مقرره ها رو تغییر بدیم. پس ببینید خیلی کارهای مهمی است. پس همش این نیست که کسی تو قوه قضاییه بشه حکم بده. بله یه قاضی که حکم میده خیلی کار مهمیه، خیلی زحمت میکشه. یا یک وزیری میشینه یا یک مدیری تو دولت زحمت میکشه، خیلی کارش اهمیت داره. ولی بازدهیش این مطلوبه؟ بازدهیش کامله؟ برای مردم رضایت بخشه؟ آیا خروجی این همه تلاش ما متناسب با این همه تلاش هست؟ میبینیم نه. چرا؟ ناهماهنگیم. خوب اولویت ها رو تشخیص ندادیم، حفره ها رو خوب شناسایی نکردیم. مثل یه جایی مونه که ما ور می‌داریم خاک یه جا ور می‌داریم و بعد می‌ریم یه جا انباشته می‌کنیم، یک ناهمواری ایجاد می‌کنه. خب این خاک رو انجه برم داریم بریم توی حفره بریزیم که هموار بکنیم، هم سطح بکنیم محیط رو. خب این چیه؟ به خاطر ضعف اطلاعات، ضعف هماهنگیه.
این نقش‌های میانی خیلی مهمه. الان مثلا تو رشته‌های دانشگاهی میان رشته‌ای جزء رشته‌های بسیار مهمه. جزء مقولات اجتماعی معمولاً میان رشته‌ای و میان بخشی و حوزه‌های ارتباطی نقش فوق‌العاده برجسته‌ای و عمده‌ای بازی می‌کنه. خب من فکر می‌کنم وزارت دادگستری یه نقش این چنینی داره. البته نقش‌های دیگه هم نقش سنگینی هم داره. بله، عرض کنم سهل و ممتنع. اگه با یه تفکر، اگه با یه نگاه دقیق، اگه با یه پیشینه با اطلاع گسترده و با یک هوشمندی و جامعه نگری به حوزه فعالیت نگاه کنیم، خواهیم دید که یک حوزه بسیار مهم، تأثیرگذار و جاش خالی. و امیدواریم حالا با همین رایزنی ها، گفتگوها، مشورت ها بتوانیم این کاستی رو در جامعهمون به حد اقل در بحث همین اطلاع دادرسی که اشاره داشتید، نهاد شما میتونه ورودی بکنه و کمک بکنه. خب بله، ببینید بخشش همونطور که شما اشاره کردید واقعا برای مردم مشکل مشکلات قانونی است. تشریفات قانونی داره، شاید بشه یه کاری کرد در کاهش تشریفات قانونی. خب این خودش یک نکته است. آگاهی مردم، مثلا مردم وقتی میخوان یه عریضه بنویسن، لایحه بنویسن، دادنامه میخوان ارائه بدن، این رو خوب بنویسن، دقیق بنویسن، یا خودشون یا با یه وکیلشون یا مشاور حقوقی درست بنویسن. آقای محمدی این درست اشاره میفهمید. خب ولی اینا کمک میکنه، اینا کمک میکنه گام به گام برای کاهش اطلاع دادرسی. خب ولی الان حقیقتا هزینه وکالت خیلی بالاست. این شرایط امروز اقتصادی واقعا شاید مردم همه نتونن از وکیل مشاور حقوقی استفاده کنن. تجربه دنیا نشون داده کمک از کارشناس گرفتن، کمک از وکیل گرفتن در کلان هزینش کمتره. یعنی ما میرویم یه حقمونو میخواییم بگیریم، از یه کارشناس یه وکیل استفاده نمی کنیم، بعد میریم یه دوره طولانی میریم دادسرا دادگاه، آخر محکوم میشیم چون بلد نبودیم چجور حقمون رو بنویسیم. واقعا ولی الان نمیشود از اون وکیل و مشاور هم به راحتی استفاده کرد، چون میگم هزینه‌اش گرانه. واقعا هم شما درست میگید، یعنی هم تو برای خود مردم مشکل ایجاد میکنه، هم برای دستگاه قضایی ما هزینه اضافه میکنه. قوه نه، ببین قوه قضایی الان گروه‌های مشاور تشکیل داده، حوزه‌های مشورتی ایجاد کرده، الان با شبکه ارتباطی که با قوه برقرار میشه مردم میتونن به راحتی مشورت بگیرن، خیلی وقت راهنمایی میشن. اگه کسی خود اطلاع داشته تو سامانه وارد بشه، سامانه راهنماییش میکنه که خیلی از طلبها مطالبات از این طریقه شما به راحت تر میرسید. عزیز الان قوه قضاییه خیلی داره کمک میکنه به افراد برای اینکه چگونه پیگیری بکنن، به کجا مراجعه بکنن. ولی برخی از دعاوی پیچیده است، برخی از مطالبات سخت به راحتی انجام نمیشه. بعد شما بری پیش کارشناس، شما اگه خدای نکرده گرفتاری مریضی سخت شدی، بعد بری پیش متخصص، بعد بری عمل جراحی، بعد بری بستری بشی. خب هزینه بستری بالاست، شما میتونی بگی گرونه، خب چیکار کنیم گرونه؟ شما خوب بشی بعد هزینه بستریشو بدی. شما متین پور محمدی، من مثال روشنی بزنم، فرضاً در یک معامله ای در بحث مثلا مسکن دو فرد میخوان با هم معامله بکنن، خرید و فروش انجام بشه، این جاهل بودن نسبت به کلیه قوانین سبب میشه که حفره ایجاد میشه و اون حفره سبب بروز اختلاف میشه. برای که این اتفاق رخ نده، یک مشاور حقوقی لازمه که بیاد این موضوع رو وساطت بکنه و نذاره اصلا به بروز مشکل بینجامد. اما حضور اون مشاور اینجا الان هم به لحاظ قانونی واقعا ما نداریم که مکلف کرده باشه مشاوری حضور داشته باشه، و هم این که به لحاظ اقتصادی هزینه بر هست. الان نهاد وزارت دادگستری حالا به عنوان به نوعی نماینده قوه قضاییه برنامه‌ای داره برای اینکه مشاور حقوقی رایگان رو مثلا در اختیار مردم قرار بده، یا اینکه اونجا قانونی رو مصوب بکنه که حتما بعد یک مشاور حقوقی نظر بده؟ ببینید نه، ما به اون صورت الزام نکرده قانون، ولی قوه قضاییه الان تدارک برنامه‌های متعددی رو دیده برای اینکه مردم بیشترین مشاوره رو، راهنمایی رو با هزینه‌های کم بتونن دریافت کنند، و این خودش کمک بسیار ارزنده است به مردممون برای اینکه بتونن هزینه دادرسیشون کم بشه. اما واقعیتش اینه وقتی کار پیچیده میشه شما ناچارید از کارشناس استفاده کنید، به نفعتونه. بله هزینه بالا میره ولی امید موفقیت هم بالا میره. اما من میخوام حالا رو اطلاع دادرسی بیشتر توضیح بدم. ببینید یکی از مشکلات ما در اطلاع دادرسی حجم پرونده زیاده،
وقتی که شما نون تو نونوایی تو صف زیاد وا میستید خب معطل میشید. ما اگه نونوایی رو زیاد بکنیم خب مردم کمتر تو صف وا میستن. پس ببینید یه راهش اینه که ما قاضیمون زیاد بشه، که الان داریم به حد نیاز داریم قضات جدیدی رو هم جذب میکنیم. تو برنامه پنجم یه تعدادی اجازه دادن 4000 نفر در طول برنامه پنجم قوه قضاییه بتونه قاضی جدید جذب کنه، تعدادی بازنشسته شدن، حوزه‌های جدید قضایی ایجاد شده، جمعیتمون افزوده شده. خب طبعا قاضی بیشتری رو نیاز داریم، اما از اون طرف باید تلاش کنیم پرونده کم بشه. مردم ما دچار تخلف و دچار جرم نشن. درود بر شما. پیشگیری یعنی کنیم. پیشگیری بکنیم. پس از همه زوایا باید تلاش بکنیم هم پرونده کم بشه، هم مجرم کم بشه، هم قاضیمون اضافه بشه، هم آگاهی مردم اضافه بشه، هم مشاورین و وکلا در حد مناسب و البته با هزینه کمتری در اختیار مردم قرار بگیره. اینا وقتی دست به دست هم بده اطاله دادرسی کوتاه میشه، یعنی این طول زمان دادرسی کم میشه. حالا شما برای مشخصی دارید؟ بله، اصلا خود قوه تدارک وسیعی دیده، خود ما هم داریم رایزنی هامون انجام میدیم، مشورت میکنیم، کارهای زیادی انجام میدیم. حالا همه کارا به عهده وزارت نیست، ما در مطالعات کلی و جمعی مشارکت داریم و بخش های ما مسئولشیم، ما داریم تعقیب میکنیم. اون بخشی که تو قوه مجریه است خب وزارت دادگستری پیگیری میکنه، اون بخشی که با قوه مقننه است باز وزارت دادگستری تعقیب میکنه، اون بخشی که به خود قوه قضاییه و درون قوه قضاییه مربوطه خب دیگه مجاری گسترده‌ای که در درون قوه قضاییه. بریم وارد این مباحث بشیم که حالا به خود قوه وزارت دادگستری مرتبط است. جناب عالی، در زمان رأی اعتماد از مجلس برای سمت وزارت دادگستری در حقیقت میتونم بگم بارها رسانه ها از شما نقل قول کردن که فرمودید دادگستری قانون نداره. معنی این جمله چیه آقای پور محمدی؟ ببینید یه بندی در قانون اساسی آمده هم که شما اشاره کردید، ماده 160 قانون اساسی، و تنها وزارت خونه ای هم که یه اصل قانون اساسی به او تعلق داره وزارت دادگستری است. اما این وظیفه ارتباط، هماهنگی، همافزایی یه مقوله است، هم همه میفهمیم هم خیلی ساده نیست. این خوب تعریف کردن و تبدیل به وظیفه کردن و مأموریت تعریف کردن، این معمولا محل هم موضوع مبهمی بوده هم محل اشکال بوده. بعضی وقتا تعبیر میکردن به تداخل قوا، میگفتن که خب آقای وزیر دادگستری که نمیتونه هر کجا تو هر قوه بره دخالت بکنه، که یا قوه قضاییه بره تو قوه مجریه دخالت کنه، قوه قضاییه بره تو قوه مقننه دخالت بکنه. این وظیفه و تعریف وظیفه مشکل ساز بوده. مثلا وزیر دادگستری الان امروز عضو کابینه است و عضو قوه مجریه است. دخالتش در قوه قضاییه میشود دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه. خب اینجا محل اشکال شده. بزرگواران در شورای نگهبان و اعضای محترم شورای نگهبان اشکال کرده بودند که این تداخل قوایی که عبارت بشه با این تعاریفی که ما از قانون اساسی داریم، خب همین مانع بوده که یک سری وظایف و اختیاراتی به صورت مبسوط و مشروع برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب بشه. خب از طرفی من رفته بودم مجلس، نمایندگان محترم میگفتن که تو باید بیا پاسخ بدی از مسائلی که در درون قوه قضاییه هست و اینا. خب وزیر نقشش اینه که ارتباط به مجلس داشته باشه، به مجلس پاسخ بده. من بهشون عرض کردم من قبول دارم وزیر باید پاسخگو باشه، هم در مقابل ملت، هم در مقابل رئیس جمهور و هم در مقابل مجلس، اما من باید تکالیف و وظایفم کاملا روشن و شفاف باشه که من بدونم از چی باید پاسخ بدم به طور مشخص، و شما هم بدونید دقیقاً از چی از من باید سوال بکنید. خواهی کلی بگید در قوه قضاییه چرا اینطوره، خب من میگم قاضی رأی داده، من به من چه ارتباط داره؟ فلان دستگاه در قوه قضاییه چرا این کارو کرده، میگم خب اون یه دستگاه مستقله و در قوه قضاییه هم هست که یه قوه مستقله، ربطی به وزیر دادگستری نداره که من پاسخگو باشم. اون جوابی که به رسانه دادم این بود، و یا جوابی که به دوستانمون در مجلس شورای اسلامی دادم از این بابت بود که خب
اگه تعریف روشنی از وزارت دادگستری ارائه بدید، من مو به مو هم تعقیب خواهم کرد و هم پاسخگو خواهم بود. الان شما قانون جامعی در نظر گرفتید برای این موضوع؟ ببینید، در گذشته هم در مثلا قوه قضاییه یه پیشبینی شده، در خود دولت یه لایحه تهیه شده بود، در مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان طرحی داده بودند، ولی من که رفتم مجلس به دوستان عرض کردم، چون یه اشکال قانون اساسی است و ضمناً بین قوایی است، باید حداقل خود قوه قضاییه و قوه مجریه با هم تفاهم بکنن سر این وظایف، و کار فقط صرفاً وزیر دادگستری نیست که پیشنهاد بیاره، باید توافقی بین دو قوه برای مأموریت‌های وزیر دادگستری اتفاق بیفته که اشکال قانون اساسی هم نداشته باشه. من گفتم آمادم هر تکلیفی به من سپرده بشه، خودتون برنامه رو ارائه نکردین، جدی انجام خواهم داد. نسبت به فعالیتی هم که خودم انجام بخوام بدم، یه پیشبینیایی کردیم، رایزنیایی چرا انجام شده و خدمت بزرگوارانمون در قوه قضاییه مطرح بوده، مطرح کردیم و امیدواریم اگه به یه توافقی برسیم انشالله اون رو به تبدیل بتونیم بکنیم به لایحه‌ای و به مجلس ارسال بشه و به تصویب برسه. البته خود قانون اساسی ذیل همون 160 یه نکته ای رو هم اشاره کرده که ریاست محترم قوه قضاییه میتواند یه سری اختیارات رو به وزیر دادگستری تفویض کنه. خب در دوره‌ای تفویض شده، در این دوره هم برخی موارد تفویض شده بوده یا قابل تفویضه. اینا اگر واگذار بشه طبعا وزیر در این جهت میتونه فعالیتش. شما اشاره داشتید که تدوین قانون جامعه رو در نظر دارید. من خوشحالم که بفهمید شامل چه مواردی میشه و اینکه فرمودید این وزارتخونه در حد یک قوه مستقل قصد دارید که مطرح بکنید. نه اینو چیه؟ هیچ کدوم از این دو صحبت من نگفتم. اولا شما همون خبری که زده بودن که میخوام وزارت دادگستری یه قوه بشه، متن خبر رو اگه میخوندید میدیدی که این متن خبر کم و بیش دارم آید. این تیتری که زده بود تیتر خلافی بود. من با خبرنگار مجلس که از من مسابقه گرفت گفتش که شما برنامه چیه، گفتم که ریاست محترم قوه قضاییه وقتی به من فرمودن تو رو کاندیدا کردیم برای وزارت دادگستری، گفتم الان من اینجا مشغولم اینا، ایشون فرمودن ما می‌خوایم وزارت دادگستری در اندازه و قواره قوه‌مون باشه، یعنی نماینده ما که در دولت هست یا به مجلس میره در قد و قواره قوه قضاییه. خبر بعد تنظیم شده بوده؟ بله، این ما این عین عبارت ریاست محترم قوه قضاییه بود که منم همین تعبیر رو کردم، گفتم انتظاری که از من دارن اینه و به خاطر این گفتن تو رو انتخاب کردیم بری این کار انجام بدی، و او بعد تعبیر کرد که خب اصلا این که خلاف قانونه، خلاف قانون اساسی چی یه وزارتخونه در یه قوه بشه، که این منطقی نیست. نسبت به اون که برنامه جامع هم عرض کرده بودم که این وظیفه ارتباطی و هماهنگی یک موضوع بسیار گسترده است، هر چی خیلی چیزا میشه توش قرار داد. من آماده انجامم، اعلام آمادگی برای همراهی و انجام کردم، اما طبعا توافق قوه قضاییه و قوه مجریه رو میخواد تا بتونه لایحه‌ای بره مجلس. اگر این توافق صورت بگیره، لایحه‌ای تهیه بشه، فکر میکنم من آمادگیشو دارم و توانه اجراشو دارم. الان هنوز لایحه‌ای که نه هنوز فقط ابتدای کاره، ما هنوز نیاز به مطالعه بیشتری داریم. خود من این محیط جدیده، محیط باید بهتر بشناسم، معتقدم نیستم تو این حوزه عجولانه کار بشه. حالا 30 چند سال گذشته، وزارت دادگستری کامل تعریف نکردیم، یه مهلتی هم باید به من داده بشه، یه فرصتی بگذره. فکر نمی‌کنید مردم انتظارشون بیشتر از اینه؟ درسته، مردم انتظارشون بیشتره، ولی به هر حال من الان باید با مطالعه دقیق انجام بدم، یا مطالعه از قبل باید میبوده و ارائه میشده، خب منم اونو تعقیب میکنم و انجام میدم. خب همه وزارتخونه قانون دارن و همه چی دارن، حال من ندارم. خب حالا از من که کسی نمیتونه این انتظار رو داشته باشه. اگر از من این انتظار هست، من پس باید یه فرصتی میخوام با یه دقت بیشتری، مطالعه بیشتری، رایزنی وسیع تری، انشالله یک مجموعی رو بتونیم پیشنهاد بدیم که واقعا اون خواسته هم رو بتونه تأمین کنه. شما از افزایش اختیارات وزارتخونه استقبال میکنید؟ من فکر می‌کنم وزارت دادگستری ظرفیت خیلی خوبی است، جای خوبی قرار گرفته، موقعیت ممتازی داره، هم از موقعیت قوه قضاییه برخورداره،
هم از موقعیت قوه مجریه طبعا توانایی و کارایی بالایی رو میتونه داشته باشه. الانم که آمدم در وزارت دادگستری این حس دارم تقویت شده. فکر میکنم بزرگوارانی هم که منو دعوت کردن، خب من تو حوزه خیلی بزرگی کار کردم، تلقیشون بوده که میشه وزارت دادگستری رو در یه قد و قواره بزرگتر و وسیعی تری قرار داد. فکر میکنم عوامل جمع شده. حالا این دیگه این میدانیست که بنده هم مهیا هستم برای انجام وظیفه. وزرای قبلی هم آقای پور محمدی اشاره داشتن به اینکه بالاخره تلاش میکردن برای افزایش اختیارات وزارتخونه، ولی در عمل نتیجه حاصل نشد. با اینکه حتی اسناد بالادستی کشور مثل برنامه پنجم توسعه ماده 211 ذکر کرده اصلا افزایش اختیارات رو، ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. با توجه به همه تاکیداتی که الان شما فرمودید که اصلا لازمه در یک مواردی اتفاق بیفته، چرا اتفاق نیفتاد؟ واقعا ماجرا چه قراره؟ اصلا اون مبهمات، اصلا هماهنگی یک کار، یعنی هنوز تعریف روشنی نشد. ببینید من حس میکنم بلوغ مدیریتی در هماهنگی است. این اصلا یک مسئله مهمیه در مدیریت، در دانش مدیریت و اعمال مدیریت. الان موفق ترین دولت‌ها دولت‌هایی هستن که بالاترین سطح هماهنگی رو در درون سیستم خودشون، در جامعه خودشون و حتی فراملی تونستن هماهنگی رو به وجود بیارن. کار پیچیده است، خیلی انتظار زیادی نباید داشته باشیم. نظام اداری مدیریتی ما باید به یه بلوغ برسه. البته فکر می‌کنم داریم می‌رسیم و الان دیگه جاشه که از این کارآمدی نظام مدیریتی و مدیران مجربی که الان پیدا کردیم انشالله بتونیم محصولش رو مثلا در وزارت دادگستری داشته باشیم. من واقعا تلاش خودم رو خواهم کرد، تمام تجربه و توانی که دارم در خدمت قرار خواهم داد. امیدوارم و مثبت هم ارزیابی میکنم انشالله بتونیم گام بلندی رو برای هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه برداریم. ببینید مثلا مثال بزنم، یکی از مسائل مهم در هر سیستم اداری سلامت اداری است. بله، مبارزه با فساده. اصلا سیستم اداری خوب سیستمی است که پاک، سالم و از فساد بری باشه. این سیستم اداری در کجاست؟ عمده فعالیتش در دولته. درست قوه قضاییه هم بخشی از سیستم اداری کشوره. نهادهای عمومی غیر دولتی هم بخشی از سیستمن. همین درسته. ولی قلش و کانون اصلیش دولته. واحد مبارزه کنندش قوه قضاییه است. ما بهتر این که پرونده فساد تولید بشه بفرستیم به قوه قضاییه، یا بیایم تجربه هامونو منتقل کنیم به درون قوه مجریه و با نظارت ها کنترل های درون سیستمی فساد رو در خود قوه مجریه بخش کنیم. بله. و سلامت اداری در خود قوه مجریه بالا ببریم. طبعا مورد ثانی حتما این ارزشش بیشتره، راندمانش بیشتره، هزینهش کمتره، سرعت عملیات بالاتره و خوشبینی و رضایتمندی بیشترم در جامعه به وجود میاره. حالا ببینید مثل منی که آمدم الان دارم تو قوه مجریه، همین دو سه هفته ما چند تا جلسه جدی فعال روی موضوع داشتیم. یکیش خدمت معاون اول قوه مجریه بوده با نایب رئیس مجلس، چند تن از وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای نهادها مثل سازمان بازرسی، جاهای دیگه نشستیم، جلسه جدی که همون ستاد مبارزه با مفاسد بود کار کردیم، دو تا کارگروه تعریف کردیم، کارگروهشو فعال کردیم. پس ببینید ما داریم این همافزایی رو انجام میدیم. خب این خیلی همافزایی بالایی است دیگه. و از اون طرف نیازهای قوه مجریه در قوه قضاییه داریم تعقیب میکنیم. خیلی مطالبات قوه مجریه هست در دفاع از حقوق عامه که در قوه قضاییه باید پاسخش داده بشه. باید برم تو قوه قضاییه، من اونا رو باید پیگیری کنم، نیازهای قوه مجریه رو. خب ببینید این همون نکات اساسی است که حالا وقتش ما تعقیب کنیم انجام بدیم. حتما در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات، خبر بگیریم از آقای مبشری از نظرسنجی ها و نظرات بینندگان گرامی. امشب هم مثل همیشه شما مردم خوب با ما همراهی کردید و پاسخ سوال ما رو دادید و با سامانه 30011 نظر خودتون رو در میون گذاشتید. نتیجه نظرسنجی تا این لحظه اینطوری بوده که سوال ما: مهمترین انتظار شما از وزارت دادگستری چیست؟ و پاسخهایی که شما دادید: گزینه 1 کمک به سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی 26.9%،
2 بروز کردن قوانین غذایی بر اساس نیازهای روز 24.7% و 3 ایجاد هماهنگی بین قوا برای جلوگیری از فساد اقتصادی 48.4%. و اما بعضی از پیامک‌های شما مردم خوب رو هم من بخونم در فرصتی که در اختیار داریم. دوستی با شماره 0913-3712 گفتند از وزیر محترم دادگستری انتظار داریم که برنامه مدونی برای وزارت دادگستری ارائه بدن. دوست دیگری با شماره 0912-5343 گفتند هماهنگی و همسویی نیروهای نظام باعث پیشرفت با سرعت بیشتری میشه. و دوست دیگری گفتن گاهی طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها باعث میشه که از پیگیری منصرف بشیم. 0939-728-21. خب این فرصت ما برای خوندن پیامک ها محدوده و من در فاصله های بعدی باز هم خدمت شما خواهم رسید. جناب مهدی قلی در خدمت شما هستم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای مبشری. عرض شود که حالا در مورد مبارزه با فساد صحبت کردیم آقای پور محمدی، من اتفاقا سوالاتی که به دستم رسید از طریق از اون روزی که بینندگان گرامی متوجه حضور جناب علی شدن، خب سیل پیامک ها جاری شد به سمت برنامه و سوالات متعددی است. یکی این که اولا حالا اشاره فرمودید به اینکه برنامه مدونی دارید برای مبارزه با فساد در خود دولت، در خود قوه مجریه، سازمان یا نهاد جدیدی رو شما ایجاد می‌کنید برای این قضیه؟ من اولا یه اشاره بکنم، ببینید همین پیامک‌ها و نظرسنجی دوستان ما گرفتن پیام جواب هوشمندانه ای رو من اینجا دیدم. ببینید به عنصر هماهنگی خیلی عنایت بیشتری شد و این حکایت از این درک مشترکی است که در جامعه ما به وجود آمده که تفکر جمع‌گرایانه، هماهنگی و هم‌افزایی این میتونه خیلی سرعت حرکت رو، دستیابی به اهداف رو نزدیکتر بکنه، موفقیت ها رو تضمین بکنه که خوشبختانه این در پاسخ مردمون داریم مشاهده میکنیم. ببینید حالا یه دوستی سالم کرده بودن که از شما انتظار برنامه مدون داریم. من در حد توانایی و اختیارات فعلی برنامه دادم، به مجلس هم برنامه دادم. ما ساعت به ساعت و لایه لایه داریم تعریف میکنیم کار خودمون رو. در حد اختیارات فعلی تعریف خوبی داریم، داریم رو به بلوغ میرسونیم. تمام محصولی که از همین توانایی و اختیارات محدود اختیارات فعلیمون داریم استفادهشو بکنیم، این کارو خواهیم کرد. لایه به لایه اختیاراتمون توسعه پیدا بکنه، دسترسیامون رو افزایش پیدا کنه، طبعاً متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای رو هم تعقیب خواهیم کرد. یه خورده هم طبعاً تعقیب می‌کنیم، از ظرفیت بالقوه‌مون تبدیل بکنیم به ظرفیت بالفعلمون که این کارم وظیفه‌مونه که انشالله انجام خواهیم داد. نسبت به مبارزه با فساد ببینید نه نیاز به نهادسازی ما نداریم، حتی نیاز به قانون هم نداریم. ما الان خوشبختانه ظرف چند سال گذشته قوانین خیلی خوبی تصویب شده، مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانون مبارزه با پولشویی و بهبود محیط کسب و کار، اینا هر کدوم قانون اصل 44، هر کدام از این قوانین آمدن شفاف سازی کردن، روابط رو بهتر تعریف کردن، موانع رو مشخصا اعلام کردن و نحوه مبارزه با این موانع و تخلفات و جرائم و مجازاتش اعلام کردن. پس ما الان قوانین زیادی داریم، از این چند نمونه که اشاره کردم و نمونه های دیگه هست. خب ببینید نهاد هم زیاد داریم، ما مشکل نهاد نداریم. ما نهاد مثلا حراست ها در درون دستگاه داریم، واحد های بازرسی ارزشیابی در درون دستگاه داریم، واحد های مثل بسیج داریم، اینا همشون واحدهای نظارتی درون سیستمی، زی حسابان رو داریم، اینا همشون درون سیستمی هستند. واحدهای برون سیستمی داریم. از ضعف رو شما در کجا میبینید؟ حالا واحدهای برون سیستمی داریم مثل سازمان بازرسی، مثل دیوان محاسبات، مثل دیوان عدالت اداری، مثل خود مجلس شورای اسلامی. پس واحدهای برون سیستمی هم داریم و فراسازمانی و حتی فراقوه ای داریم. پس ببینید قانون داریم، نهاد هم داریم، اما گیرمون کجاست؟ به نظر من همون که ما اول گفتیم چقدر جرم در جامعه زیاده، عواملش چی بود؟ حالا برمیگردیم تو محیط اداری، عواملش چیه جرم زیاده و این
متاسفانه فساد همچنان تعدادش کم نیست و هممون آزرده خاطر کرده. بخشش باز ناهماهنگی، ببخشید، بی اطلاعیه. من تو سازمان بازرسی که بودم بسیار از موارد تخلفاتی که رفتیم بررسی کردیم دیدیم خیلی از مجریای ما به قانون آشنا نیستند و مرتکب تخلف شدن و دچار فساد در ادامه فعالیتشون شدن. فهم کنم درصدش خیلی کم های فرمان. نه اتفاقا درصد بالایی است. ناآگاهی به وظیفه و قانون افراد رو دچار خطاهای زیادی کرده و به دنبالش فساد بروز کرده. حالا ببینید یه نکته من اینجا اشاره بکنم، بسیاری از فسادها به تعبیر مردمی عامیانش میلی نیست، کسی نخورده نبرده، حیفیه، تلف کردیم، فاسدش کردیم، حرومش کردیم، بسیار منابع رو. خسارت هایی که ما ناشی از حیف در جامعه ما داره اتفاق میفته از میلا خیلی بیشتره. فساد اینم نمیشه گفت فساد نیست، چون پول داری، سرمایه داری، استفادهش نمیبری، حرومش داری میکنی، فساد نیست. چرا یه موقع باغت رو رها میکنی میوه میرزه از بین میره، اینم فساده. یه موقع دزد میاد میوه تو میبره، هر دوش فساده، به میوه نرسیدی شما. متاسفانه ما الان حیفمون خیلی زیاده و بیشتر از میلامونه. این چرا از کجا ناشی شده؟ به خاطر ناآگاهی به قانونه، ناآشنایی. پس ببینید همون عاملی که اونجا ذکر کردیم اینجا هم وجود داره. آقای پورمحمد، اون چی که الان حساسیت رو شاید بیشتر میکنه در عام مردم همون میل هاست. نه اجازه بدید، حرف قبول دارم، میدانم، ولی مردم در کل میبینن اوضاعشون خود نابسامانه، مشکل دارن، وضع اقتصادیشون ناگواره، خدمات رسانی جالب نیست با این هم امکاناتی که هست. خب وقتی میایم باشون توضیح میدیم میگیم مشکل ما در میل هست، متاسفانه برخش هم بسیار ناگواره، حتما هم باید باش مبارزه بکنیم، برخورد بکنیم، ولی بخش بزرگ مشکل ما هم تو حیفه و اگه جلو اونم بگیریم کلی مشکلاتمون حل خواهد شد، نگرانیمون برطرف خواهد شد. پس این یه عامله، عامل مهمی هم هست، نباید ازش غفلت کرد. پس این تولید فساد میکنه، انحراف از هدف میکنه، هرز منابع میکنه و جلوشو باید گرفت. نکته دوم در فساد وقتی ما میایم بررسی میکنیم میبینیم که پیچیدگی برخی از قوانینه، ابهام در برخی از قوانینه. خود این ابهام در برخی از قوانین زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه. خب جلوشو بگیریم. همه که فاسد نیستن، همه که متخلف نیستن، همه که سوء استفاده گر نیستن، ولی وقتی شما جای رخنه و روزنه ایجاد میکنی یه ده سوء استفاده گرا میان. نکته بعدی، سیستم اداری، سیستم های خیلی وقتا هنوز سنتیه، هنوز سیستم های بروز نشده است. ما هی میگیم دولت الکترونیک، خب بابا روش های جدید اومده، این دولت الکترونیک شفاف سازی میکنه. من همیشه این مثال رو میزنم، الان ما جلو دوربین حرف بی ربط نمیتونیم بزنیم، حرف ناروا نمیتونیم بزنیم، بی احترامی نمیتونیم به هم بکنیم، دعوای بی ربط نمیتونیم بکنیم. حالا این دوربین که بره از یه جور دیگه شاد حرف بزنیم. ببینید این شفاف سازی ارزشش اینه، اگه سیستم دولتی رو بردیم تو دوربین، مثلا یه چیز به شما بگم، این باز وسط پرانتز جالبه، تخلفات در زندان ها به شدت کاهش پیدا کرده. یکی از دلایلش اینه در اغلب زندان ها ما شبکه کنترل دوربینی نصب کردیم، همه زندانی ها میدونن، تو راه رو، تو اتاق، تو بند، تو هواخوری، تو باز، توی نمیدونم سلولا، توی بهداری، تو ورزشگاه، تو کارگاه، همه جا دوربین نصب کردیم، جرایم کاهش پیدا کرده. دوربین تو خیابون راهنما رانندگی نصب کرده، جرم رانندگی کاهش پیدا کرده. حالا اگه سیستم اداری هم جلوش دوربین باشه، شفاف سازی بکنه. مهم اینه که بره این سیستم. خب بله، خب همین، ببینید ما الان وقتی رفتیم تو سیستم نظارتی بودیم یا دستگاه قضایی، بسیار تخلفات رو به خاطر اینکه سیستم اداری ما شفاف نیست، دولت الکترونیک خوب اجرا نشده. الان قانون سلامت اداری، ارتقاء سلامت اداری و مرز و فساد 50% از اون شفاف سازیه دولت الکترونیکه. خب اینو باید حلش کرد. حالا من هر چیه بشم، آقا شما پرونده فساد ببریم دادگاه، هی حکم من بدیم، حکم من بدیم، زندان هم بکنیم، زندان هم پر بکنیم، مشکل حل نمی کنیم. زندان ها، دستگاه قضایی، برخورد، نظارت سر جا خودش محفوظ، باید هم با قاطعیت پیشگیری نقش تعیین کننده ای داره. حالا بحث دوربین شد، همین دوربین رو ببریم الان تو وزارت دادگستری. بله. یکی از اصول لازم بحث مبارزه با فساد در خود وزارت دادگستری، گاهی شنیده میشه که فرزند بالاخره بالا فلان کارشناس یا فلان کارمند اومدن با متهم یا سوء استفاده گر
به یک نوعی اینها تبانیای مالی رد و بدل کردن، ارتباطی برقرار کردن و به یک شکلی پرونده رو دور زدن. شما الان میخواین چیکار بکنی برای این وضعیت؟ بله، البته من عرض کردم وزارت دادگستری هیچ نقشی در دادرسی نداره، اصلا ما پرونده‌ای نداریم، ما شعبه قضایی نداریم. نه، مبارزه با فساد عرض می‌کنم، خب خود وزارت دادگستری، خب ما اصلا درگیر این چنین مسائل نیستیم، ما یک کاملا ارگان ستادی هستیم. اصلا وزارت دادگستری یک ارگان کاملا ستادیه. شما مثلا تو دانشگاه فساد داری سر کلاس استاد، کارش با پول و این حرفا که نیست، ما همچی کاری نداریم. خب نهادهای زیرفت بر... خب حالا چی بدید؟ خب حالا داریم قدم به قدم میریم. بس خود وزارت خونه وقتی صحبت میکنید الان اینطوره، اما ما همین خود وزارت دادگستری واحد بزرگی داریم به نام سازمان تعزیرات حکومتی. سازمان تعزیرات حکومتی سازمان بزرگیست که مبارزه با فساد گرانفروشی و احتکار و تقلب و این فسادی که تو محیط کسب و کار هست که کاملا با مردم در ارتباط، با مردم در ارتباط. خب ما اینجا میبینیم که اولا بازرسان تو خود سازمان تعزیرات نیستن، بازرسان بخششون توی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هن، بخششون هم توی اصناف هند و اتحادیه صنفی هند زیر نظر اصناف هند، ولی با ما همکاری دارن، یعنی با سازمان تعزیرات دارن همکاری میکنن. این بازرسان باید آموزش دادی بشن، این بازرسان باید کنترل بشن، مراقبت بشن، سیستم های هم خود کنترلیشون هم از مردم گزارش گیریش که خود نکرده خود بازرس ما تخلف نکنه. خب اینو باید تقویت کنه. پس این یک گام اول. گام دوم در خود سازمان تعزیراته که این اتفاقی که شما فرمودید میتونه بیفته، یعنی به قول شما دور بزنن یه آدم ناسالمی زیر پای یک رئیس شعبه ما، یه همکار ما بنشینه و خدا نکرده اونو گول بزنه و مسیر پرونده رو منحرف کنه، حق و ناحق بکنه. انصافا هم همه اینطور نیستن، حتما کمه، بله، ولی کمش هم زیاده. اینو ما همیشه حرف میزنیم، این مهمه، میگیم در حوزه دادرسی و قضایی کمش هم و داوری کمش هم زیاده. یعنی مردم 5 تا نمونه بد ببینن ناراحتن و متاسفانه بعضی‌ها تسری هم میدن، اعتماد لطمه میخوره. بله، تسری هم میدن. من همین چند روز پیش گرفتم سازمان تعزیرات، وقتی با مدیران سازمان تعزیرات اولین جلسه معارفمون داشتم، خب توصیه‌ای کردم. اولا به اونا گفتم که من خواهشم اینه که از سیستم الکترونیک کاملا استفاده کنیم. ما خودمون می‌خوام شفاف سازی در درون خودمون ایجاد کنیم. پس ببینید راه سالم سازی محیط، حتی محیط خودمون، شفاف سازیه. من پرسیدم که از کار الکترونیک تا کجا پیشرفته، من توضیح بدید. نکته دوم، یک قوتی در سازمان تعزیرات ما داریم و در اختیار وزارت دادگستری است که در خود اختیار خود قوه قضاییه نیست، و اون اینه در قوه قضاییه اگه یک قاضی، من اینجا باید ذکر کنم واقعا قضات شریف فراوانن و ما اغلب قضاتمون، کارکنانمون انسانهای شریف، ارزشمند، با تقوا و زحمتکشی هستن و سالم. اما خب طبیعیه که هر محیطی عنصر ناسالم هم توش هست، همون چند تا دونه هم زیاد هم که عرض کردم و مردم انتظار ندارن، اعتمادشون سلب میشه. خب در قوه قضاییه کسی تخلف کنه از قضات، باید تعلیق بشه، بره دادسرای انتظامی قضات، تشریفات طولانی داره. و حتی رئیس قوه هم اختیار نداره به راحتی قاضی حتی جابجا کنه، حتی جلو فعالیتش رو بگیره، پرونده دستش بگیره، حکمش رو تغییر بده، حتی اختیار رو نداره، چون قانون اساسی خیلی در جهت استقلال قضات و استقلال قضایی اصول خیلی محکم و روشنی داره. اما در سازمان تعزیرات اینجور نیست. اگه یه شعبه مشکل درش پیدا بشه، رئیس سازمان تعزیرات به راحتی میتونه قاضی رو متوقف کنه، اون رئیس شعبه رو تعلیقش بکنه، یا بگه آقا تو برو کار اداری کن، به پرونده نمیخوام برسی. من همین حرف رو زدم با همکارانمون، گفتم واقعش اگه گزارش یک دو ست گزارش اگه رئیس شعبه ما و همکاران ما رسید که یه خود مشکوک بود، گفتم وانایسید تا تحقیقات کامل بشه، گزارش بیاد که حالا این همکار ما خود متاسفانه دچار لغزش شده، شما از او بخواید آقا پرونده دیگه بشنیدیم بفرشم کار اداری، به شخصیتش اهانت ضربتی عمل میکنیم، اهانت بشنم نمی کنیم، شخصیتش خورد نمی کنیم، میگیم یه گزارش های رسیده اجازه بده جاتو عوض بکنیم، مردم راحت بکنیم. اگر خوشبختانه دیدیم نه این آقا سالم مشکل نداره، بگیم ادامه بده. اگر دیدیم نه متاسفانه مشکل داره، وقت دیگه پیگیری و برخورد و کار بعدی انجام بدیم. همین حرکت کل سالم سازی تو محیط ایجاد میکنه. من از رئیس سازمان تعزیرات و مدیران سازمان تعزیرات خواستم که این کار انجام بدن، به اینو تعقیب خواهم کرد، با جدیت هم تعقیب خواهم کرد و نظارت سازمان تعزیرات رو یک واحد قوی رو داره، واحد نظارت
حراستش هم قویه، ولی من تقویت خواهم کرد و تو خود وزارت خونه یه واحد نظارتی ایجاد خواهم کرد که سازمان تعذیرات کنترل بکنیم برای اعتماد سازی بیشتر با مردم. یه چیزی هم الان تو پیام مکا های مبشری اتفاقا اشاره کردن و بینندگان عزیزم اشاره کردن، واقعا این روند طولانی حالا چون اونجایی که مستقیما مربوط به خود شماست بس سازمان تعذیرات، این روند میتونه یه جوری بشه که مردم بکنه، چون واقعا بعضی وقتا پشیمون میشن از پیگیری. نه اصلا اونجا کوتاست، ما الان گشت های سیار تعذیراتی ایجاد شده همراه بازرسان و همراه رؤسای شعب تعذیرات، اکیپ های سیار درست کردیم، اکیپ ها هم تعدادشون بسیار بالا رفته و الان همونجا میرن بازرسی میکنن، شناسایی میکنن، تشکیل پرونده میکنن، همونجا حکم صادر میکنن. خوشبختانه در سازمان تعذیرات این سرعت عملیات بالا رفته. این سالم سازی رو هم ما انشالله تقویت خواهیم کرد. آقای پور محمدی، در پرونده مابقات بانکی که از ایراداتی که مطرح بود بحث قیمت گذاری وثائقی بود که تسهیلات گیرندگان معرفی کرده بودن، بعضا کارشناسانی از دادگستری رفته بودن قیمت های غیر واقعی اعلام کرده بودن، قیمت های چند برابری اعلام کرده بودن. بانک مراجعه میکنه برای بازپسگیری مطالبهش، مواجه میشه با ملکی که ارزش اون وام رو نداره. برای این موضوع میخوام شما چیکار بکنید؟ ببینید، کارشناس کارشناس دادگستری نیست، کارشناسانی هستند که کانون کارشناسان دارند. البته وزارت دادگستری و دستگاه دیگه دولتی تلاش میکنن، نظارت میکنن که اینا کارشناسان صاحب صلاحیتی جذب این کانون بشن، اما قضات و نهادهای مختلف باید از این کارشناسان انتخاب کنن برای تقویم و قیمت گذاری. درسته؟ خب یعنی شما بحث پالایش این کارشناسان رو، خب حالا همینجا بعض وقتا خب این کارشناسان مثل بقیه جا دچار لغزش میشن، باید دقت بشه هر محیطی که از این کارشناس رو دعوت میکنه سعی کنه به میزان ارزش اون چیزی که میخواد، مستقلاتی که میخواد تقویم بشه و قیمت گذاری بشه، از کارشناس مطمئن استفاده بکنه. متاسفانه در اغلب این موارد ما دیدیم توانی بوده، اصلا توانی بوده، حتی رفته تسهیلاتی داده شده قیمت ملکی که کارشناسی شده و گران هم کارشناسی شده خیلی کمتر از میزان وثیقه است. این که دیگه ربطی به قیمت کارشناسی نداره، این خب بی‌دقتی شده و حتی بعضی جاها وثیقه گرفته نشده، حتی همون قیمت بالا رو هم اصلا وثیقه گرفته نشده به اون صورت، رفتن چک دادن، سفته دادن، به همین اندازه اعتماد کردن و حالا دستشون خالی شده. اتفاقا معمولا کارشناسان رسمی قیمت کمتر میذارن. یکی از مشکلاتی که خیلی وقت مردم دارن میگن آقا ملک ما 500 میلیون میارزه، کارشناس رسمی 200 میلیون قیمت میذاره. یعنی معمولا برعکسه، یعنی از این طرف نه، او کارشناسا میگن ما به قیمت بازار اونجور کار نداریم، یه مبنا دارن، یه فرمول دارن، طبق اون فرمول کارشناسی میکنن. یعنی معمولا کارشناسی خیلی وقتا این طرفیه، اما همه جا بیم تبانی وجود داره، هر کسی باید حواسش جمع بکنه. بانک شما میتونید ورود بکنید به این موضوع؟ حالا ببینید، این یه فرمولی داره، اخیرا هم داره تقویت میشه، ما هم داریم تلاش میکنیم که بله این نظارت خودشون هم یه انتظامی دارن، کمیته انتظامی دارن که اگه کارشناسی خلاف کرد و توسط دادگاه مجازات داره که اگه کارشناسی خلاف عمل بکنه پروانش لغو میشه و مجازات های بیشتری متوجه شد. آقای پور محمدی، در بحثی که حالا قبلا هم یه لایحه دولت ظاهرا آماده کرده بود بس همین قانون دادگستری، شما ابراز تمایل میکنید به اینکه سازمان مثلا ثبت اسناد املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندانهای نزدیک مجموعه وزارت دادگستری قرار بگیرن؟ ببینید، من فکر میکنم این جایگاه در وزارت دادگستری وجود داره تا کمک بیشتری به قوه قضاییه بکنه، برای اینکه بارهای اجرایی و اداری قوه قضاییه رو وزارتخونه تعقیب کنه، در دولت ازشون دفاع بکنه، در مجلس از حقوق اونا بیشتر دفاع کنه. اما این بستگی داره به تدبیری که در خود قوه قضاییه اندیشیده بشه. بعض وقتا در قوه قضاییه اینجور فکر میشه که اگر این واحدها مستقل باشن بیشتر به نفعشونه. شاید تدبیر اینجور بشه که اگر در بیان در به وزارت دادگستری بپیوندن در اون شرط بهتر باشه، این در شرطی که قوانین فعلی باشه. اما اگر نه، یه موقعی اصلا دولت و قوه قضاییه تدبیر میکنن قوانین دیگری تصویب میکنن، این مجموعه ها رو میرن پیشنهاد داده میشه که اصلا کلا نظر قانونی ملحق بشه، خب اون دیگه جای خودش داره اگه اتفاق بشه. ببینید، من فکر میکنم وزارت دادگستری
این جایگاه رو داره و در خیلی از جاهای دنیا هم تقریبا به این شکل داره میشه. ولی واقعش ما الزاما نباید این خط رو تعقیب کنیم. من الان دنبال تقویت سازمان ثبتم به عنوان یک وزیر قوه قضاییه، باید کمک کنیم به سازمان ثبتمون، سازمانی که سالانه 100 میلیون مراجعه داره. چون میخواد چیکار کنه؟ سال 91 36 میلیون خدمت ارائه داده. خیلی مهمه. یه سازمان، این سازمان 200 تا اماکنش استیجاریه. بسیار از بودجه‌هاش کمبود داره. طرح‌های مثل کاداست که تمام املاک مردم در بانک جامع الکترونیک یه جا ثبت بشه، قابل بازیابی سریع باشه، امکان جعل دیگه درش نباشه، انتشار اسناد به دقت و بدون یک ذره کم و زیاد بتونه سریع منتشر بشه، با دستگاه‌های مختلف مرتبط بشه. خب طرح کاداست طرح بسیار مهمی است. این بودجه میخواد، نیرو میخواد. حالا خوشبختانه سازمان ثبت ما ظرف دو سال گذشته تلاش خیلی فوق‌العاده خوبی داشته، کاداست شهری تمام شده. تقریبا ما نزدیک 98-99% کاداست شهریمون تمام شده. اما کاداست توی اراضی خارج از شهر متأسفانه مونده. جنگل‌ها، منابع، اراضی محیط زیست، حریم راه‌ها، حریم رودخانه‌ها، حریم جاده‌ها، راهن، اینا مونده. هم بودجه میخواد، هم همکاری دستگاه دیگر میخواد. من باید کمک کنم کار انجام بشه. میخوام بودجهشون رو شما کمک کنید. بودجهشون، هماهنگیهاشون، همراهیهاشون، تفاهمات فیما بینشون، تبادل اسنادشون، همش این نیست که حالا سازمان ثبت بیاد وابسته به وزارت دادگستری بشه. مهم این که کارش را بیفته. من الان وظیفه دارم به سازمان زندان‌ها کمک بکنم. سازمان زندان‌ها کلی الان جا میخوان. تو وسط شهرها هستن، واقعا زندان‌های ما وضع خوبی ندارن. قرار بود اینا خارج بشه، شما داره انجام میشه. ما الان وزارت دادگستری باید در اینجا تلاش بکنیم، کمک بکنیم. ببینید زندانی ما باید طبقه بندی بشه. هر زندانی با هر زندانی نباید قاطی بشه. هر سنی با هر سنی نباید قاطی بشه. هر طیفی با هر طیفی نباید قاطی بشه و الا میشه آموزشگاه تبهکاری، میشه دانشگاه تبهکاری. زندان میشه این. شما یه مجرم تازه کار رو پلی مجرم سابقه دار نشوندم، همه فن و فوت تبهکاری یاد میگیره، استاد تبهکاری میشه. نباید اجازه بدی اتفاق بیفته. زندان نباید انقدر شلوغ بشه تا زندانی بلوله امکان تفکر، امکان بهسازی روحی رفتاری، سالم سازی بش ندیم. امسال خوشبختانه عدد این مسئله رو بگم جالب براتون، چند سال پی در پی داره سازمان‌های زندان‌ها به عنوان سازمان برتر نماز و قرائت قرآن میشه. همین چند روز پیش در لرستان که اجلاس نماز بود، باز به عنوان سازمان برتر. چرا؟ خوشبختانه در چند سال گذشته یه خود طبقه بندی کردن، برنامه‌ریزی خوبی شده، یه خود بودجه گذاشته شده، روحانیون زیادی رو دعوت کردن به زندان‌ها، مربیان روانشناس رو. الان من خودم تازگی زندان فشفوی بودم، توی این زندان رفتم 18 روحانی فهیم فاضل وارسته داشتن کار میکردن، تعداد زیادی روانشناس بودن، این آموزش تی سی مهارت‌های زندگی داشتن یادشون میدادن. با زندانی ها صحبت کردم، خیلی استقبال کردن، خیلی بهسازی و بهبود وضعیت. پس برای مشخصی دارید برای پیگیری این بود. ببینید اینا به مهم کاره. فکر می‌کنید تا چه زمانی آقای پور محمدی واقعا این زندان‌ها از شهر خارج میشن؟ ببینید الان کارهای زیادی شده، ولی الان با کمبود بودجه روبرو شدیم. برای بعد پولش آماده بشه. البته زندان‌های ما خیلی وقت تو شهرها در جاهای گران شهر هاست. مرکز تجاری شهرها واقع شده. قبلا حالا شهرام بزرگ شده. راهش اینه که ما اینا رو بفروشیم، با پول همین بریم کنار شهر زندان بزرگ وسیعی تره با امکانات بیشتر بسازیم. یه سرمایه اولیه میخواد. خوشبختانه در دو سال گذشته خود امکانات مالی بوده، یه خود کمک به زندان ها شده. خوشبختانه یه سری زندان ها مثل اردوگاه های مال معتادین و مجرمین مواد مخدر که 5 تا اردوگاه بزرگ که دو تاش خوشبختانه ساخته شده، یکیش مال تهران بزرگه، در انشالله امیدواریم تا آخر سال یه اردوگاه 10,000 نفری که فوق العاده در نوع خودش جالب هست داره، انشالله تکمیل میشه. دو تا اردوگاه دیگه هم در استانهای دیگه داره آماده میشه. ببینید داریم این کار رو تعقیب میکنیم. حالا امسال خود به کمبود بودجه خوردیم، نه ما، همه دولت به کسری بودجه خورده. پروژه عمرانی با مشکلات زیادی روبرو شدیم، ولی ما تلاشمون اینه که انشالله روند جابجایی زندان ها، خارج شهر رفتنشون
و ایجاد امکانات تربیتی و رفاهی بیشتر برای زندانی ها رو انشالله توصیه بدیم با جدیت تعقیب بکنیم. انشالله پور محمدی، حالا بحث زندان ها شده، علت زیاد بودن زندانی های ما چیه؟ یکی از دلایلش اینه که ما مواد مخدر رو در همه سطوح جرم میدانیم. در خیلی از دنیا اینقدر مواد مخدر رو در این همه، حتی حد وقتا خورده فروش های خیلی جز رو، همراهی رو توی جمع مثلا محلی دایر کردن، و حالا الان خیلی وقتا مصرف کنندگان مواد مخدر رو هم یه جرم حاشیه‌ای برایشون بعضی ها درست میکنن و به عنوان مجرم میفرستیم زندان. الان 45% زندانی های ما مربوط به جرایم مواد مخدره. مرزهای ما مرزهای بزرگی است، در کنار بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر افغانستان قرار داره. مصرف کنندگان بزرگ دنیا در حاشیه مرزهای ما هستند. عملا ترانزیت مواد مخدر در درون کشور ما سابقه تاریخی داره. بعد جرم، محیط جغرافیایی ما بستر این جرمه. از اینجا ما مجرمین مواد مخدرمون زیاده. خب این خودش دلیل زندانی زیاده در رابطه با مواد مخدر. موضوع دیگه اشاره کردم، بحث سرقته. الان یکی از افزایش زندانیان ما سرقته. یه سری موارد جرم چک داشتیم، صادر کنندگان چک بلا محل، مهریه در کشور ما زمانی رسیده تا 7000 نفر به خاطر نداشت نپرداختن مهریه در زندان بودن. خب خودش مسئله است، ما خود جدا دادن پرداختن مهریه هستن، به عنوان این چه جرم تلقی نمیشه که تا کسی بخواد بره مثلا زندان بره. یا محکومین مالی، خب اینا رو جرم زنداندار، حالا جرم که هست محکوم هم باید بشن ولی که زندان بشن. ما خیلی از جرام اخلاقی در دنیا خیلی جاختا زندان نداره، ما اینا رو محکوم به زندان میکنیم. حالا شما برای اصلاحش برنامه‌ای دارید؟ اصلا خود قوه قضاییه یک برنامه از گذشتم بوده، الان هم با جدیت داریم تعقیب میکنیم که ما اولا جرم زدایی بکنیم. جرم زدایی از دو راه، یکی مردمونو آماده کنیم، تقویتشون کنیم، تربیتشون کنیم، فرهنگشون بالا ببرم، جرم مرتکب نشن. دو، خیلی چیزا رو جرم تلقی نکنیم، تخلف تلقی کنیم و با مجازات های غیر زندان و با رسیدگی های غیر قضایی به پروندهشون برسیم. مثلا اگر راهنمای رانندگی کسی تخلف میکنه، اینا یه تخلف دیگه، میتونیم اینو جرم تلقی کنیم، یه پرونده بفرستیم دادگاه، میشد یه پرونده قضایی. حالا ما اینو تخلف حساب کردیم، پلیس راهنمای ما مجازات میکنه. خب تخلف مجازاتش هم کرد، دادگاه نرفت، پرونده قضایی هم شکل نگرفت. اگه کسی هم شکایت کنه میریم هیئت حل اختلاف میفرستیمش، نمیفرستیم باز دادگاه، باز هیئت حل اختلاف، که باز به نحوی داوری های غیر قضایی است. خب پس ببینید، ما داریم الان جرم زدایی میکنیم، کاهش عناوین مجرمانه، یک سیاستی داره تعقیب بشه. منم الان تو دولت چند رو پیش یه موردی بود که آقا در بیمه ها اینا که تخلف و جعل بیمه دارن، دوستان ما یه لایه یه طرحی تو مجلس آمده بود، هر کی تخلف بیمه ای داره سری به عنوان جرمی که زندان داره، مجازات زندان داره تلقی بشه. من تو دولت گفتم بزرگواران، ما نمیخوایم اینقدر زندانی درست بکنیم، هر مجازات چرا زندان بدیم، از مجازات دیگه استفاده کنیم. بزرگواران توی دولت، اعضای هیئت دولت قبول کردن و قرار شد مخالفت کنیم. پس ببینید، ما جرم زدایی رو داریم تعقیب میکنیم، از طرفی زندان زدایی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی حتی یه چیز جرم هم باشه در دستگاه قضایی هم ببریمش، قاضی برسه، اما بگیم آقای قاضی زندان نفرستش، یه مجازات دیگه انجام بده. داریم این کارم انجام میدیم. حتی کسانی نیاز داریم زندان ببریم، اما این پابندهای الکترونیک هست، دستبندهای الکترونیک، این تو خونش بشینه، ما میخواییم در دسترس باشه، ما میخواییم که محیط قضایی، حوزه قضایی حضور داشته باشه، ما میخواییم ایشون نره دوره مرتکب این جرم مجدد نشه. میگیم اگه میری تو خونت بشینی، از خونت تکون نمیخوری، ما زندان نمیبریم، یه پابند، یه دستبند الکترونیک میزنیم، از خونت تکون بخوری، زود با حالا ماهواره و شبکه‌های کنترلی که وجود داره نشون بده که این مجرم از خونش بیرون رفت. ببینید، پس نیازی کنار خانواده‌اش زندگی بکنه، کنار زن و بچه‌ش هم باشه،
هزینه زندانی هم نداشته باشه، دردسر هم بر ما نشه، بدآموزی هم تو زندان پیدا نکنه، زمینا در دسترس ما هم باشه. داریم این روش‌ها استفاده می‌کنیم. پس ببینید این روش‌های مختلفی که داریم استفاده می‌کنیم برای اینکه مجرمین رو محکوم به زندان نکنیم. اینا کاری است که به جدیت داره انجام میشه. فقط یه چیزی رو بگم، چون فرمودین خرده فروشان مواد مخدر حالا از فردا فکر نکنن دیگه مجرم نیستند و به کارشون اقدام کنن، همچنان مجرم هستن و حتما هم قوه قضاییه برخورد جدی میکنن. خودشون میدونن با این صحبتای ما حواسشون پرت نمیشه. عرض شود که خب آقای پور محمدی، میخوام از چند تا سوژه خبری البته یه شایعه با شما صحبت بکنیم. اینکه امسال هم قیمت دیه افزایش پیدا میکنه. ببینید دیه یعنی چی؟ یعنی پول خون انسان. هیچی البته بابت انسانی که از بین میره و کشته میشه و اینا که نمیگیره، ولی بعد یه تاوانش کسی بده دیگه. شرع ما یه تاوانی مشخص کرده، یه میزان گذاشته، گفته یا این مقدار گوسفند یا این مقدار گاو یا این مقدار شتر، هر تعدادی بعد هر این قیمت این رو محاسبه کنیم دیه انسان بده. بله اگه گوسفند گران بشه حتما دیه بالا میره، اگه گاو گران بشه حتما دیه انسان بالا میره. به هر حال خون انسان ارزش داره، بعد حساب کتابش رو داشته باشیم. و ضمناً بهتون بگم چند سال گذشته که ما قیمت دیه رو بالا بردیم، تعداد کشته ها، هم کشته های جاده ای و هم درگیری ها و قتل های حادثه ای و اختلافی کاهش پیدا کرده. به حضرت این بازدارنده است، اتفاقا مجازات باید بازدارنده باشه. اسلام هم خیلی روی این حساسه، اسلام خیلی نمیخواد زیاد مجازات بکنه. در آیه قرآن لا تصرف القتل، در کشتن و مجازات ما اسراف نباید بکنیم، اما خیلی قاطع و سریعه. اسلام احکامشو میگه قاطعانه شدید و سریع باشه، اما تعدادش میگه کم باشه. چرا؟ اگه حکم قاطع سریع و شدید باشد، بازدارندگی مناسب ایجاد می کند. ما باید واقعا بریم به سمت مجازات های بازدارنده که خوشبختانه در اسلام به قوت و روشنی می بینیم از این مجازات ها صحبت شده، تعیین شده و دقیقا اندازه هاش روشن شده، عملا کمک میکنه به اینکه بازدارندگی داشته باشه. گفته میشه که شما به ساختمان لادن منتقل میشین، یعنی همین جایی که الان رئیس جمهور سابق اسکان دارن، درسته؟ نه ببینید، حالا به این بیان بگم، وزارت دادگستری در جای مناسبی نیست، نه حجمش، موقعیتش موقعیت تجاریه. یه ساختمان خیلی خوبیه ساختمان ولیعصر که آقای محمدی. نه محیط تجاریه، شاید برای شرکت خوب باشه، یک مؤسسه دیگه مناسب باشه، اما هم جاش محدوده، هم محیط مناسب نبوده. از گذشته هم وزرای سابق هم به جد دنبالش بودن، خوشبختانه هم دولت محترم عنایت کردن یه جای بزرگتر مناسب تری رو بدن. قبلا مصوبه ما داریم، به تأخیر رسیده بود. یکی از ساختمانهایی که معرفی کردن همین ساختمانی که شما میگید، خود قوه قضایی هم صحبت هایی شده که اگه بتونیم به هر حال جای مناسبی که برای کار وزارت دادگستری، هم نوع کار ما اقتضای خاصی داره از ساختمان، هم جای حداقلی باشه که کفاف نیروهای ما، رفت و آمدهای ما و تیپ هایی که به ما کار دارن. ما مثلا وزارت دادگستری باید به قوه قضاییه، به دولت، به مجلس سرکشی بره و بیاید و اینا، با مجمع قضاییم باید نزدیک باشیم. طبعا ما یه محیطی باید باشیم که نزدیک و در دسترس این مجموعه باشیم. پس مصوب شده که شما بزنید؟ بله، تصمیماتش گرفته شده و انشالله که به زودی هم این انتقال و جابجا اتفاق بیفته. ساختمان ولیعصر رو میفروشه وزارت دادگستری؟ نه، همش مال ما نیست، بخشیش رو هنوز بدهکار وزارت دادگستری. و ما جالبتون بگم سازمان تعزیرات ما اونم جا نداره، تو همین تهران 4 تا ساختمون داره، هر معاونتش توی جاییست. ما نیاز داریم واقعا، ما بخشای الان خود قوه قضاییه نیازهای خیلی زیاد داره. الان قوه قضاییه محاکمش، محاکم تجدید نظرش، مجتمعهای مثل خانوادهش، ایناش به شدت ما الان مشکل داریم، جای مناسبی نیست. باید برای اینا فکر بکنیم. مردم الان ناراحتن، جای پارک ندارن، داخلش خیلی تنگه، راهروهای محدودی داریم. ببینید محیطای قضایی پرمراجعه است
مردم میان زیاد معطل میشن، از روانی نباید خسته بشن، آزرده بشن. بعد این امکانات است که ما طبعا باید براشون فراهم بکنیم. به عنوان آخرین سوال، از وزارت دادگستری برای کمک به تحقق حماسه اقتصادی چه کار و کمکی برمیاد؟ خیلی کمک برمیاد. ما اگر بتونیم هماهنگی بین دستگاه مجریه رو و دستگاه قضایی رو خوب برقرار بکنیم، اونجایی که تخلف صورت گرفته در قوه قضاییه سریعا رسیدگی بکنیم، عملا فساد اقتصادی کاهش پیدا کنه. فساد مانع توسعه و رشد، همه جای دنیا می ثابت شده است، آخرین تئوری‌های علمی هم این رو گواهی میده. هر کجا فساد اقتصادی هست توسعه و رشد متوقف خواهد شد. اگر ما خوب با فساد مبارزه کنیم، بیشترین کمک رو به توسعه و رشد و حماسه اقتصادی میتونیم انجام بدیم. تجربه های خوبی ما در قوه قضاییه داریم. حالا مثل من این که حالا اومدم مثلا وزیر دادگستری شدم، میتونم با همکارانم در دوران دولت تشریک مساعی بیشتری داشته باشیم و رایزنی کنیم. وزیر دادگستری عضو شورای اصل 44، وزیر دادگستری عضو شورای واگذاریه، وزارت دادگستری دبیرخانه داوری بین همین واگذاری هاست، اختلاف واگذاری هاست. واگذاری رکن اقتصاد مردمی است. یعنی ما از دولتی بودن بکنیم خصوصی سازی و مردمی سازی کنیم. خب وزارت دادگستری تو محور اینجا قرار گرفته. سازمان تعزیرات ما، سازمان بازرسی ما، دیوان عدالت ما، سه تا رکن بسیار قوی هستن. آسیب شناسایی میکنن، عیب شناسی میکنن، رایزنی میکنن و متخلف رو هم میگیرن باش برخورد میکنن، در بخش خصوصی، در بخش دولتی و قواعد که مال دیوان عدالته که یه قاعده یا بخشنامه یه دستورالعمل خلاف باشه جلوش میگیرن لغو میکنیم. پس ببینید ما خیلی در اینجا میتونیم کمک های قابل توجهی و ارزنده انجام بدیم. مهمی که کارکردهای همدیگر رو بشناسیم و نقش همدیگر رو هم به درک بکنیم. این همون هماهنگی، همون هماهنگی که اول عرض کردم، انشالله که اتفاق بیفته. و من خوشبینم هستم، خوشبختانه الان دولت با یک تفکر هوشمندانه، کارشناسی و مدبرانه و غیر ماجراجویانه داره به مسائل نگاه میکنه. مثلا من خدمت شما بگم، برای مثلا موانع تولید، بله، الان چند روز کمیسیون اقتصادی دولت دیروز تا ساعت 4 بعد از ظهر وزرای مربوطه جمعه شون رو گذاشته بودن، امروز تا غروب یک کمیسیون باز ادامه داشت. ما الان دولت جلسات متعدد، خب این چشمانداز مثبت ایجاد شده. خب همین حس رو ما داریم به قوه قضاییه منتقل میکنیم، به همکارانمون، به سازمان بازرسی منتقل میکنیم، کمک بکنن، رایزنی بکنن و عملا منجر خواهد شد انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی، جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه نگاهی یک حضور پیدا کرد.